این مطلب اطلاق میشه که تسلط و دست یافتن بر عین منفعت یا انتفاع یا حقه. بنابراین خود عین یعنی ذاتش، منفعتش یعنی منفعتی که قابلیت استفاده رو داره. به طور مثال قاعده ید، شما یک سویچ خودرو رو در اختیار دارید و از منفعت اون استفاده می کنید. طبق قاعده ید شما مالک شناخته می شوید، مگر آنکه مطلبی خلاف این قاعده به اثبات برسه. مثلا دیگری سند مالکیتی رو احراز کنه که این خودرو متعلق به شما نیست. اما تا زمانی که دلیل خلافی وجود نداره، بر طبق قاعده ید شما مالک محسوب می شید. خود قاعده ید یعنی تسلط یافتن بر عین و منفعت. با کدومی که از مفاهیم مشابه همراهی داره؟ با بحث مالکیت. ما در زمینه فقه اسلامی، در زمینه قواعد و در زمینه قانون مجازات بحث مالکیت رو داریم که قانونگذار به این مورد پرداخته. تو زمینه قانون مدنی هم به این اشاره کرده. در بحث قانون مدنی ما بحث مالکیت رو در قاعده ید داریم و برای ما احراز میشه. بنابراین این قواعد فقهی نمونه های مشابهی رو هم در بحث زمینه های فقه اسلامی، چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قانون مدنی به همراه دارند. به سراغ اسلاید بعدمون میریم که در ارتباط با تبیین کاربرد قاعده فقهی در زمینه‌های مختلف در قضا و حقوق. اولین مورد در باب معاملات، باب معاملات به صورت اخص، یعنی وقتی راجع به این قاعده صحبت می‌کنیم در بحث باب معاملات کاربرد داره. این باب یکی از مهمترین ابوابی است که در بحث معاملات و در بحث‌های خاص کاربرد داره. بنابراین خود ابواب معاملات ویژگی‌هایی رو داره، قواعد فقهی رو داره. به عنوان نمونه یکی از این قواعد فقهی قاعده تلفه. این قاعده تلف تنها در باب معاملات خاص کاربرد داره. در قاعده تلف اگر شخصی مال متعلق به دیگری رو از بین ببره، در باب معاملات به صورت خاص موظف به جبران خسارته. این جبران خسارت چه به صورت در واقع بازگرداندن عین اون ماله و چه به صورت بازگرداندن وجه و قیمت اون ماله. بنابراین باید به هر نحو که باشد جبران بشود. کاربرد فقهی دوم در باب عباداته. خدمت شما عزیزان عرض کردیم این باب عبادات مثل قاعده تجاوزه. یعنی شما اگر از روی مطلبی عبور کردید و تجاوز کردید، دیگه بازگشت به اون و شک در اون صحت نداره. مثل شخصی که در حالت رکوع هست و شک میکنه که آیا حمد و سوره رو قرائت کرده یا خیر. اینجا هم در باب عبادات این بحث یعنی قاعده تجاوز از اهمیت والایی برخورداره. و در مورد سوم اگر دقت کنیم ذکر کردیم تمام ابواب فقهی، تمام ابواب فقهی قاعده لازرر رو میپذیرند. قاعده لازرر بیان میکنه شما مجاز نیستید به دیگران ضرر برسانید. لازرر ولا ضرار فی الاسلام. خود قاعده لازرر یک قاعده ای است که در تمامی مطالب و مبانی فقهی کاربرد داره. اما بحث عبادات یک بحث خاصه، بحث معاملات بحثی خاصه و اینکه اینها قواعدی که در بحث معاملات و در بحث عبادات کاربرد داره قواعد اختصاصی هستند. اما در بحث بقیه ابواب فقه یک سری قواعد عام داریم که در تمامی ابواب کارایی دارند، مثل قاعده لازرر. در آخرین اسلایدمون قصد داریم یک جمع‌بندی و نتیجه گیری از کلیات قواعد فقه کیفری و جزایی داشته باشیم. این نتیجه گیری و جمع‌بندی حاصل مجموعه است از قواعد فقهی و کیفری. عرض کردیم خدمتتون قواعد فقهی یکی از مهمترین قواعدی است که در زمینه‌های کیفری و جزایی کاربرد دارند.
خود قاعده فقهی در استنباط احکام شرعی کاربرد داره. بنابراین وقتی اسم قاعده فقهی رو میاریم، نام قاعده فقهی رو میاریم، به دنبال اون استنباط احکام شرعی هم میاد، یعنی استنباط احکام شرعی از لوازم ضروری قواعد فقهی است. و ما Yeah, I found it.